زیباترین سفر دل به دریا زدن است. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما سروران گرامی. دوستان گرامی، ما سعیمون بر این هست که بحث تفسیر عکس رو کلن کنار بگذاریم و بریم سراغ نام ها. در یکی دو تا کلیپ قبل دوستان عزیز اسامی روستاهایی که در اونجا بارگذاری انجام شده رو خدمتتون عرض کردم. 14 تا روستا. یعنی چی؟ یعنی ما با نام یک مکان متوجه میشیم که در اون مکان بارگذاری انجام شده است یا نشده است، به همین سادگی. الان هم دوستان عزیز در مورد روستاهایی به نام اولیا، وستا، سفلا، در مورد این سه تا روستا خدمتون مطالبی رو عرض میکنم، هرچند یک کلیپ، یکی دو تا کلیپ دیگه در همین مورد خدمتون ارائه کردم در کانال یوتیوب و به نوعی گام به گام و آروم آروم آهسته آهسته میریم تا مطالب رو تکمیل بکنیم. ببینید، بنده عرض کردم که در هیچ کالج و دانشگاهی تفسیر عکس رو نداریم و الان من خیلی خوشحالم از این که تعداد افرادی که میان و عنوان میکنن که عکسی رو دارم تفسیر بفرمایید خیلی کم شده، به صفر نرسیده اما خیلی کم شده و همین جای بسی خوشحالی است. به قولی یک سری از دوستان دیگه اومدن چه کار کردن؟ اومدن نوع جمله رو عوض کردن. من میخوام یه نظر بدید در رابطه با این مکان، آیا این مکان به من خیر میده یا نه. یعنی جمله بندی رو عوض کردن، محترمانه دارن میگن که من تفسیر عکس میخوام اما چون شما تفسیر عکس ندارید به من بگید خیر داره یا نه. خب بگذاریم از این موارد. پس دوستان دنبال تفسیر عکس نباشید، دنبال نام باشید، دنبال زنجیره اسامی باشید. در مورد روستاهای اولیا، وستا و سفلا، ببینید ما اسامی روستاهایی رو داریم به این سنام: اولیا، وستا، سفلا. اگر در نزدیکی روستای اولیا، وستا و سفلا شما روستایی رو دو تا روستا داشته باشید به نام اسلام آباد، روستایی رو داشته باشید به نام وزیرآباد، این دو تا روستا در مجاورت اولیا، وستا و سفلا باشه، روستای اولیا، وستا و سفلا برای بارگذاری ساخته نشده. پس دوستان گرامی دقت بفرمایید، شما اولیا رو دارید، وستا رو دارید، سفلا رو دارید، در یک شایی وزیرآباد و اسلام آباد رو هم دارید، تمام. اصلا دنبال بارگذاری در مکان نباشید، برید سراغ یک کیس دیگه ای. این اولیا، وستا، سفلا برای بارگذاری نیست. چرا؟ چون وزیرآباد رو دارید. چرا؟ چون اسلام آباد رو دارید. اما اگر شما اسلام آباد رو نداشتید، وزیرآباد رو نداشتید، اما روستای مثلا احمد اولیا، احمد وستا، احمد سفلا یا هر اسمی، هیچ فرقی نمیکنه، اما اون اسم اولیا داشته باشه، وستا داشته باشه و سفلا داشته باشه، یا اصلا وستا نداره، اولیا و سفلا داره. اگر وزیرآباد و اسلام آباد رو نداشت، مطمئنن اون روستا برای بارگذاری انجام شده. در زمان هخامنشی افراد رو، یک سری از
وزرا و خاندان سلطنتی در یک مکانی دفن شدن، اموال بسیاری با اونها دفن شده، برای اینکه نیان نیرویی رو در اونجا نگذارن که از اون مقبره پاسداری بکنه، از اون مقبره حفاظت بکنه، اومدن یک عده از افراد رو از یک مکان دیگه کوچوندن آوردن اونجا و در اونجا سکونت دادن. سکونت اون افراد در اون روستاها به سبب نگهبانیه، نه اینکه همه اون مردم روستا بخوان برن نگهبانی بدن، اصلا خودشون خبر هم ندارن. همین که در اون روستا سکونت داشته باشن کفایته. ببینید در یک روستای پنج خانوار، یک خانوار گنجی رو پیدا کردن. روستا چند خانوار بوده؟ اون کلاته یا روستا پنج خانوار بوده. در اون مکان 20 خانوار به جون هم افتادن. یعنی چی؟ یعنی از روستاهای اطراف هم اومدن شروع کردن به زد و خورد که ما هم از این گنج سهم میخوایم. میخوام بگم خدمتتون که وجود افراد در اون مکان، سکونت افراد در اون مکان خودش یک حفاظته. چرا اون مثال قبلی رو زدم؟ اگر کسی بخواد بره تعرضی بکنه به اون مقبره ها، یا در حال حاضر اگر کسی بیله کلنگ برداره بره کوه، تلفن ها همه آماده، زنگ میزنن به هر کسی که به نوعی اون شخص رو گیر بدن، به اون شخص گیر بدن که نره دنبال گنج. پس سکونت افراد در مکان یکی از بهترین راه‌ها برای حفاظت از اون هست. خیلی تفره نریم. ببینید اگر شما روستایی رو دارید به نام اولیا، یعنی در روستایی با پسفند یا پیشفند هر چیزی فرقی نمی‌کنه، فقط اولیا داخلش باشه، وزیرآباد و اسلام‌آباد نباشه، اون اولیا یعنی در اون روستای اولیا یعنی یک تدفین خاندان شاهی انجام شده. اولیا یعنی تدفین خاندان شاهی. در وسطا تدفین خاندان وزرا. اولیا بالاتر خاندان شاهی، در سفلا خاندان وزرا، در وسطا اموال وزرا. حالا ما اگر اولیا رو داریم، تدفین خاندان شاهی رو داریم، کجا رو باید بریم؟ اصل قضیه سفلا رو داریم. خب ما متوجه شدیم سفلا تدفین خاندان شاهی هست، مکان کجاست؟ کجا رو باید بریم بگردیم؟ ما بین روستا و قلعه ولایتی. اولیا ما بین روستا و قلعه ولایتی میشه تدفین خاندان شاهی. در سفلا که تدفین خاندان وزرا هست، در تپه هایی که مصنوعیه، تپه هایی که دست سازه، در اون تپه ها یا در شرق یا در غرب، یا در طلوع آفتاب یا در غروب آفتاب. اگر در وسطا باشه، وسطا اموال وزرا بود. اگر وسطا بود چی؟ در دره ها، در کوپایه ها، در تپه ها بایستی بگردید دنبال یک کیس مشکوک و اون کیس مشکوک رو به نوعی بتونید تفسیرش بکنید. از من نوعی میخواین سوال بکنید؟ بهترین کیس برای پیدا کردن مکان در وسطا دازینگ هست. ممنونم از تک تک شما دوستان گرامی. تمام مطالبی که عرض میکنم در هیچ جا نشنیدید و نخواهید شنید. شما عزیز بنده هستید و بایستی به بهترین
دانش و آگاهی مسلح باشید، به بهترین دانش و آگاهی دسترسی داشته باشید. برای این کار لایک، سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین یادتون نره تا کانال بالا بیاد. مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما، حق نگهدار.